با نام و یاد خدا، سلام. با دومین برنامه از 38مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در خدمت شما هستیم. این جشنواره که از 27 آغاز شده تا 2 آبان ماه ادامه داره. شما دوستانی که نمیتونید در این جشنواره حضور پیدا کنید، میتونید به درگاه‌های معرفی شده مراجعه کنید و فیلم‌ها، نشست‌ها و گفتگوها رو دنبال کنید. با ما همراه باشید با گزارش دومین روز. مسیر رسیدن فیلم به جشنواره مسیر سخت و دشواریه. از ایده یابی، پرورش ایده، پیش تولید، تولید و پس تولید، همه کارها رو باید فیلمساز به دقت زیر نظر بگیره که اتفاق ناخواسته‌ای روی فیلمش اثر نذاره. پای صحبت این دوستان میشینیم و تجربیاتشون رو با شما در میان میذارن. من مهداد حقیقی هستم. الان حدود 3-4 سالیه که علاقه‌مند شدم به در واقع حوزه مستندسازی و سعی کردم که حالا در فضاهای مختلف و پیش اساتید مختلف یاد بگیرم. ماجرا اولین فیلم مستندیه که من به اتفاق 4 نفر دیگه از دوستانم تصمیم گرفتیم که بسازیم. کارگردان فیلم در مذاکراتی طولانی گروهی از خبره‌ترین های مرکز نشین را با نسبتی برابر از موافقان و مخالفان پروژه در قالب یک تیم فیلمسازی دور هم جمع کرد. نظر به بودجه کلان اختصاص یافته به فیلم از سوی منابعی مشکوک، گروه بدون کوچکترین دغدغه مالی با امن‌ترین وسیله نقلیه کشور راهی هرمز شد. فکر میکنم که این اتفاق اسکار کوالیفاید شدن در واقع چون یک اعتبار ویژه‌ای به جشنواره میده، طبیعتاً این اعتبار هم مستقیماً به فیلم‌هایی که توی جشنواره هم حضور دارن منتقل میشه و این اتفاق خیلی خوبیه. گروه برای پیدا کردن بومی‌ها و پرسیدن نظرشان زحمت زیادی را به جان خرید. متاسفانه علی‌رغم تلاش زیاد اثری از بومی‌های کیش یافت نشد، اما گروه موفق شد برخی از بومی‌های هرمز را به تور بیندازد و دیدگاهشان را در مورد اقامتگاه ماجرا جویا شود. در خصوص فیلم هم بخوام بگم، همونطور که اشاره کردم، خب همه هزینه‌های فیلم رو به صورت شخصی تامین کردیم. عملاً فیلم از جنس فیلمسازی مستقل بودش. تنها دستمزدهای نجومی توانست انگیزه کافی را در اعضای پرمشغله گروه برای قبول این سفر پرخطر فراهم کند. تجهیزاتی هم که استفاده کردیم توی این فیلم تقریباً 70-80%
راش هایی که گرفته شد با گوشی موبایل بود و تجهیزاتی که خودمون داشتیم، حالا به غیر از مصاحبه ها که توی تهران از دوربین DSL ها هم استفاده شدش. همدلی و اتفاق نظر بین کارشناسان، مردم بومی و تصمیم گیران شدیداً تکان دهنده بود، تا جایی که گروه فیلمسازی به احساس یأس دچار شد و ادامه کار خود را عبث ارزیابی کرد. ناامید از رسیدن به نتیجه برای فیلم، بودجه باقی مانده با رعایت موازین صرف تفریح کنار دریا شد. انتشارات انجمن سینمای جوانان ایران سال پرکار رو پیش رو داره. 10 عنوان کتاب رو آماده کردن که قراره تا پایان سال روانه بازار بشه و علاقمندان بتونن از اونا استفاده کنن. با هم معرفی یکی از این کتاب ها رو ببینیم. من صدیقه قاضی نظام هستم، گردآورنده کتاب فهرست نگاری یک دهه جشنواره فیلم کوتاه تهران. این کتاب از سال 1391 تا 1400 اطلاعات خلاصه جشنواره فیلم کوتاه تهران رو عرضه میکنه. این کتاب در روز افتتاحیه جشنواره رونمایی شد و انشاءالله در روز اختتامیه با برگزیدگان این دوره از جشنواره عرضه میشه. کتاب تاریخ فیلم و ویدیوی تجربی نوشته ای ال ریس هست که ایشون سال 2014 فوت شدن و پیش از اون یک دوره طولانی و پربار از فعالیت داشتن. ایشون شاگرد بهترین نظریه پردازان سینمای تجربی و آوانگارد بودن. سینمای تجربی رو به عنوان یک فرم هنری مستقل در نظر میگیرن، به عنوان یکی از فرم‌های هنر معاصر که دارای زیبایی شناسی و منطق خاص درونی خودش است و نمیان اون رو در مقایسه و ضدیت با سینمای تجاری غالب که مدام از این منظر بهش نگاه میشه بهش نگاه کنه. ریس کتاب رو در سال 1999 برای اولین بار می نویسه و نسخه ابتدایی اون ویراست اولش در 1999 چاپ میشه که خیلی هم مورد تشویق قرار میگیره و از جانب دانشجویان و اساتید هنر دیده میشه. من حدیث جان بزرگی هستم، کارگردان مستند کوتاه موقیصف که امسال فیلم من در جشنواره فیلم کوتاه تهران پذیرفته شده و خیلی خوشحالم از این اتفاق. فیلم من در مورد یک فردی هستش که فعالیت‌های داوطلبانه محیط زیستی انجام میده در یکی از روستاهای استان هرمزگان حوالی شهرستان بندرلنگه. یه روستای فوق‌العاده محروم که از نظر آب آشامیدنی هم در مضیقه هستن، ولی برای حیات وحش و محیط زیست اون منطقه تلاش‌های خودجوشی انجام میده و بدون کمترین حمایت‌هایی که ازش میشه سال‌هاست که این فعالیت‌ها رو ادامه داده و به کارش ایمان داره. فیلم من میپردازه به دلایل و
شخصیت این فرد و سعی کردم که درش یک نقطه ای رو که شاید کمتر دیده شده، فرد افرادی که در حیطه محیط زیست کار انجام میدن و کارشون دلیه و کمتر دیده میشن و قدر هم دیده میشن، من در مورد این شخصیت رو به تصویر بکشم. به فکر خودم رسید که یه کار انجام بدم. خودم که میرفتم میدیدم که آتش باد میامد، تابستون میومد آب گیرش نمیومد، فکر رو آب انبار میامد آب گیرش نمیومد، میرفت میمرد زیر سایه درخت یا چیزی. هزینه آبش خودم میدم. جشنواره فیلم کوتاه تهران مهمترین در واقع محلی هستش که فیلم‌های کوتاه به نمایش در میان، دیده میشن و خبرهای این فیلم، گفتگوهایی که با فیلمسازان میشه، همه باعث میشه که این فیلمسازها در واقع بتونن مسیرشون رو ادامه بدن، کمک میکنه به این راه. ولو اینکه حتی فیلم برنده جایزه‌ای نشه، ولی همین دیده شدنه و بعد رسانه‌ایش برای فیلمساز اهمیت داره و برای یک فیلم قطعا اهمیت داره. قلبش که سلاخ نمیتونه راه بره، کم میاره. دوتاره که عمل کردم 3 سال قبل. سمینا که خدا را شکر خوبه، فقط سامیه مادر دادیه باید حداقل پشت کلوتو بذاری یا بغلش کنی. اینا منتظرن که ببرمش دکتر. وامی میگیرم، وسیله میفروشم، نمیدونم دیگه ماشینی که دارم باید بفروشم. من اول حرکتم امیدم به خدایی که گیر بیاد. جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار قرار گرفته، به نظر من ارزش و کیفیت جشنواره رو به هر حال به مراتب بالاتر میبره. در اذهان مختلف افراد میتونن یه جوری اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن از اینکه فیلمشون در یه همچین جشنواره‌ای شرکت داده میشه. حتی اگر فیلم برنده نشه و معرفی هم نشه با آکادمی اسکار، ولی گرید و سطح جشنواره با این اتفاق بالا رفته به نظر من و یه اعتماد به نفسی و یه حس امنیت خاطری میده به فیلمسازه که یه جشنواره در ایران هستش که مورد تایید آکادمی اسکار باشه بعد از سالیان سال. خب در کشورهای دیگه هم این اتفاق افتاده، جشنواره هایی وجود دارن که مورد تایید آکادمی اسکار هستن. خب این اتفاق در ایران هم چرا که نه، و خیلی اتفاق خوب و مثبتی برای فیلمسازها. گزارش روز دوم جشنواره فیلم کوتاه تهران رو با هم ملاحظه کردیم. در روزهای آتی ما سعی میکنیم اتفاقاتی که در این جشنواره میفته رو برای شما پوشش بدیم. علاوه بر این شما میتونید به درگاه‌های معرفی شده مراجعه کنید و نشست‌ها و گفتگوها رو دنبال کنید. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.